یک کلکسیون آثار هنری زمان آلمان نازی در دو موزه هنری برن سوئیس و بن آلمان به معرض نمایش گذاشته شده است. برخی از این آثار که کارهای پیکاسو، ماتیس و شاگال در میان آنها دیده می شوند، توسط هیل براند گرلیت، دلال آلمانی آثار هنری جمع‌آوری شده بود و در سال 2012 در آپارتمان پسرش کشف شد. برخی دیگر آثاری هستند که آلمان نازی از موزه های تحت اشغال و شهروندان آن کشور جمع‌آوری کرده بود. برگردان گزارش زلاتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا. نمایشگاه آثار هنری مدرن در موزه برن سوئیس. این آثار هنری در حمله پلیس به منزل پسر هیلد براند گرلیت، دلال آلمانی آثار هنری در مونیخ کشف شد. شاهکارهای هنری که آلمان نازی آن را منحت می‌خواند. منحت کلمه‌ای بود که نازی‌ها برای بی‌ارزش کردن آثار هنری مدرن استفاده می‌کردند. آنها 30,000 اثر معروف هنری را از موزه‌های آلمان ضبط کردند. هیلد براند گرلیت مأموریت داشت این آثار هنری را به گالری‌های خارجی فروخته و درآمد آن را به خزانه آلمان نازی واریز کند. او خود بسیاری از این آثار را خرید. ما در مورد نازی ها آگاهی زیادی داریم، ولی این فرصتی برای آگاهی به سیاست آنها در مورد هنر و هنرمندان است. چگونه هنرمندان آثاری را که دوست نداشتند به طور سیستماتیک تحت ستم قرار دادند و این آثار را از موزه ها جمع کردند. در موزه بن آلمان این واقعیت بیان می شود که چگونه آنها آثار هنری را از کشورهای تحت اشغال و شهروندان آنها دزدیدند. موزه هنری بن این آثار دزدیده شده توسط آلمان نازی را به معرض نمایش گذاشته است. در حالی که بسیاری از آثار روبوده شده به صاحبان آنها بازگردانده شده است، ولی مبدا بسیاری از این آثار هنری ناشناخته است و این موزه امیدوار است به نمایش گذاشتن آنها به شناسایی صاحبان واقعیشان منجر شود.